سلام علیکم دوستان، در این ویدیو برایتان نشان میدهم که چگونه در گرین کارت امریکا ثبت نام بکنیم یا خود را راجستر بکنیم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. دوستان، گوگل کروم یا هر مرورگری را که باز میکنین باز کنین و بعد از اون من لینک این وبسایت را در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، بالای آن کلیک بکنین، داخل این صفحه شوین یا این وبسایت شوین. نام وبسایت از dvprogram.state.gov. زمانی که بالای آن کلیک کردین و داخل این وبسایت شدین، شما بعد از او کمی پایین بیاین و در قسمت پایین بالای دگمه ای گزینه کلیک بکنین، بگین انتری، بالای ازی کلیک بکنین و در قسمت شما هر چی را که میبینین، این کد هر چی که است در قسمت پایین شما آن را وارد بکنین. اگر عدد است عدد را وارد بکنین، اگر حروف است حرف بزرگ است حرف بزرگ را وارد بکنین و اگر حرف کوچک در بینشون شامل است آن را هم وارد بکنین. زمانی که وارد کردین بعد از او بالای دگمه سابمیت کلیک بکنین در قسمت. زمانی که بالای دگمه سابمیت کلیک کردین در قسمت شما وارد صفحه اصلی میشوین. دوستان، شما میتوانین با اگر پاسپورت دارین با پاسپورت و اگر پاسپورت هم ندارین میتوانین که ثبت نام بکنین در این فرما را پر بکنین و ثبت نام بکنین، مشکل نیست. در قسمت اول شما در این قسمت جزئیات خود را نوشته میکنین، به طور مثال شروع میکنیم. در این قسمت اگر شما نامتان را نوشته بکنین، تخلصتان را، هر چی که است و در این قسمت بعدی لاست نامتان را نوشته بکنین، نام اصلی تان را نوشته بکنین و در قسمت سومگی مدال نامتان را برسانین اگر دارین. اگر ندارین این گزینه را در قسمت تیک بکنین، چیزی نرسانین. فقط در قسمت اول نام تخلصتان یا نام خانوادگیتان را و در قسمت دوم نام خودتان را به اساس پاسپورت یا تذکره که دارین به او اساس برسانین. و در قسمت شماره دو بیاین، در اینجا اگر شما مرد هستین میل رو انتخاب بکنین، اگر خانم هستین فیمیل رو در قسمت انتخاب بکنین و بعد از او در قسمت شماره سه بیاین، در اینجا تاریخ تولدتان رو نوشته بکنین. دوستان، در اینجا در کدام ماهی که به دنیا آمدین در این قسمت نوشته بکنین، ما رو به عدد نوشته بکنین، مثل به حروف نوشته نکنین. و در کدام روزی که به دنیا آمدین در این قسمت نوشته بکنین دوستان، و در کدام سالی که به دنیا آمدین در این قسمت نوشته آن را نوشته بکنین. و بعد از او در شماره چهار میایم، در کدام شهری که شما به دنیا آمدین یا در کدام سیتی که شما به دنیا آمدین، بالای از کلیک بکنین و آن را در قسمت انتخاب بکنین، در قسمت نوشته بکنین هر شهری که شما به دنیا آمدین آن را نوشته بکنین. و بعد از اگر شما محل تولد شما معلوم نیست یا شهری که شما به دنیا آمدین معلوم نیست، این گزینه را تیک بکنین، برد سیتی انون، این را تیک بکنین و بعد از او ضرور نیست که نوشته بکنین، اگر که معلوم است نوشته بکنین. و بعد از او در قسمت پایین بیاین، بالای گزینه کانتری ویر یو ورلد بورن، دوستان در این قسمت بیاین در کدام کشوری که شما تولد شدین آن را از اینجا انتخاب بکنین. اگر در افغانستان با تولد شدین افغانستان را انتخاب بکنین، اگر در جای دیگه تولد شدین اون را انتخاب بکنین. و بعد از او پایین بیاین، در اینجا قسمت شماره 6 این را نو بگوین و بعد از او بالای دگمه سلیکت کانتری کلیک بکنین و در قسمت افغانستان را انتخاب بکنین. در قسمت پاسپورت آمدیم شماره 7. دوستان، در اینجا شما گفتم اگر پاسپورت دارین، خصوصیات خود را، نام و دیگر نمبر پاسپورت و دیگر خصوصیات خود را در قسمت ها برسانین و اگر پاسپورت ندارین شما پایین بین در قسمت گزینه بی در اینجا ای را تیک بکنین و بعد از بالای از گزینه هم تیک بکنین. در قسمت ضرورت نیست که جزئیات پاسپورت خود را در اینجا شما وارد بکنین یا برسانین. و اگر پاسپورت دارین ای را تیک نکنین، در قسمت بین جزئیات پاسپورت خود را در قسمت نوشته بکنین. در قسمت نامتون
تخلصتون را یا نام فامیلیتون را نوشته بکنین، پاسپورتتون را دیدم منظم درست از روی پاسپورتتون نوشته بکنین، در قسمت نامتون را نوشته بکنین، نام اصلیتون را، و در قسمت اگر مدال نیم گفتم دارین نوشته بکنین یا نام وسطگی اگر ندارین بالای نو کلیک بکنین. دوستان نامتون را هرچی که نوشته میکنین، نام خود یا نام پدر یا نام هر کسی که نوشته میکنین، حرف اولش به حروف کلان انگلیسی باید باشه، به حروف خود نباشه. و بعد از او در قسمت پایین بین بالای پاسپورت نمبرتون را در قسمت نوشته بکنین، هرچی که از پاسپورت نمبرتون در قسمت وارد بکنین. زمانی که بعد از او دوستان در قسمت پایین بین تاریخی که پاسپورت نمبر شما ختم، تاریخ ختم پاسپورت نمبرتون را در قسمت نوشته بکنین، یعنی در کدام تاریخ، در کدام ماهی که ختم میشه از قسمت انتخاب بکنین. ما را دوستان به عدد انتخاب بکنین، به حروف نوشته نکنین و جون و جولای و آگست در قسمت نوشته بکنین، و در کدام روزی که به ختم میشه در قسمت نوشته بکنین، و در کدام سالی که ختم میشه و در قسمت شما آن را نوشته بکنین. و بعد از او در قسمت بالای سلیکت کانتری کلیک بکنین، از کدام، از هر کشوری که شما پاسپورتتون را بعد از ساوردین یا پاسپورتتون را گرفتین یا دریافت کردین آن را در قسمت نوشته بکنین. در قسمت پایین بین دوستان گفتم در اینجا اگر پاسپورت ندارین این را تیک بکنین و با از دو گزینه را تیک بکنین، ضرورت نیست با جزئیات رساندن جزئیات پاسپورتتون، اگر دارین در قسمت بالا برسانین. قسمت پایین می مربوط به فوتوگراف یا عکس میشه. یک گپ رو متوجه باشین دوستان، یک عکسی در قسمت باید داشته باشین که زیاد زمان سرش تیر نشده باشه، حداقل از همین دو سه ماه اخیر، در همین دو سه ماه اخیر گرفته باشین، و سایزش اندازش 600 پیکسل در 600 باشه. ما در قسمت فوتوشاپ رو باز میکنم، در اینجا بالای کرییت نیو اگر کلیک میکنم دوستان، در قسمت شما در اینجا اول پیکسل رو انتخاب بکنین و بعد از او در قسمت سایز عکس رو انتخاب بکنین، این را بگیرین 600 و 600 در 600 بگیرین، این دیگه هم 600 بگیرین. اگر دیگه عکس ها از خورد و بزرگ باشه باز قبول نمیکنه دوستان، 600 در 600 بگیرین. و بعد از او در قسمت بک‌گراندتون هم باید سفید باشه. در قسمت حال بالای دکمه اوکی کلیک میکنیم. این قسم یک مربع 600 در 600 پیکسل به ما ساخته شد. حالا عکس خود رو میاریم در این قسمت جابجا میکنیم. و طور مثال ما از اینجا بالای دکمه نیو کلیک میکنیم، بالای دکمه اوپن کلیک میکنیم، در قسمت ای عکس رو از این قسمت میگیرم، بالای اوکی کلیک میکنم، در قسمت بالای سلیکشن تول در اینجا در فوتوشاپ کلیک میکنم و ای عکس رو از این قسمت سلیکت میکنم. زمانی که سلیکت شد کنترل سی میگیم، در قسمت پیسش میکنم. در اینجا دوستان میتونین ای عکس رو اندازش خود رو بزرگ بکنین. حال ما زمانی که بالای عکس کنترل تی که کلیک کنین، این قسم یک چوکات میاش، یک عکس رو میتوانین خور رو بزرگ بکنین دوستان. یک عکس رو از این قسمت من کنترل سه میگیرم، کپی میگیرم و در این چوکاتی که جور کردیم 600 پیکسل در 600 پیکسل در قسمت پیست میکنم، اندازه عکس رو برابر میکنیم منظم. عکس که برابر شد درست جور کردیم، بعد از او در قسمت بالا بالای دکمه فایل کلیک میکنیم، در قسمت میتونین سیو یا سیو از هم بکنین و در اینجا بالای دکمه اکسپورت کلیک میکنیم، در قسمت بالای گزینه سیو فور ویب در اینجا کلیک میکنیم. در فرمت جی پک دوستان در قسمت متوجه باشن که جی پک باشه، جی پی آی جی باشه، و بعد از او بالای دکمه سیو در قسمت پایین کلیک میکنیم. این را ما در دسکتاپ ثبت میکنیم، برنامه که خوش دارین ثبت بکنین. وقتی که ثبت شد یا ذخیره شد دوستان، در قسمت ما چندین نمونه عکس رو برای شما نشان میدهم که نمونه عکس شما باید به قسم باشه، قسم عکس ها قابل قبول هست، بک‌گراندشان سفید باشه،
و در اینجا چند عینک نداشته باشین که در عکستون اگر عینک داشته باشین عکستون قابل قبول نمی باشه و عینک رو از عکستون دور بکنین و یه عکس های دیگه را که در قسمت می بینین این قسم عکس قابل قبول است و یه قسم عکس های دیگه قابل قبول نیست. در اینجا خیره باشه معلوم نشه و یا ایست که یک سمی بینید که خیره است معلوم نمیشه یا یک سمی بینید که سایه داره در پشتش قابل قبول نیست یا بعضی عکس های دیگه سایزش خیلی خورد است قابل قبول نیست اصلا متوجه باشین. یک سر آره میبینید که بعضی عکس ها رو در فوتوشاپ رنگ اصلی شر یا رنگ طبیعیش تغییر میدهن و آنها هم قابل قبول نیست، عکس به حالت عادیش بگذارین. و در قسمت دوستان بعضی عکس هایی که بعضی نفرها کلیشون بلند بالا کردن یا خنده کردن یا در عکس حرکت های غیر ارادی کردن اونا قابل قبول نیست، عکس درست باید قسم باشه به حالت طبیعی باشین، عکس ها قابل قبول است. در قسم این قسم ایجاب خانم که کده قابل قبول است و یک عکس دیگه که سر و صورتش را پت کده یا مخفی کده قبول نمی شود، درست عکستون را انتخاب بکنن و یه حالت های دیگه هم قبول نمی شود. و متوجه بگراند عکستون هم باشین که بگراند عکستون سفید باید باشد، دیگه بگراند ها قابل قبول نیست. این نمونه عکس ها بود. حال در قسمت بعد از شما در قسمت بالای چوز فوتو کلیک بکنین و عکسی را که جور کردین درست اون را در اینجا اپلود بکنین، انتخاب بکنین. در قسمت پایین دوستان آدرستون را نوشته بکنین، میلینگ آدرس. در قسمت در اینجا گزینه اولیش انتخابی است، اگر نامتون را نوشته کردین نام خود را نوشته بکنین، اگر نکردین مشکل نیست. و در قسمت آدرس لاین یک در قسمت شما آدرستون رو نوشته بکنین، در کدام قریه هستین یا در کدام سرک هستین یا در کدام محل تان که به هر نامی که هست اون رو در قسمت نوشته بکنین. لاین دوش هم آدرس لاین تو را هم دوستان انتخابی است، اگر نوشته کردین خوب، اگر نکردین هم گپی نیست. و در قسمت بعدی در قسمت سیتی یا شهرتون رو دقیق نوشته بکنین، در کدام شهری که زندگی میکنین. و بعد از او در قسمت پایین در کدام ولسوالی یا کانتری یا در کدام ایالت یا ولایتی که هستین در قسمت نوشته بکنین ایالت و ولایت خود را. و بعد از او در قسمت پایین دوستان زیپ کد همان منطقه یا همان شهر را در قسمت وارد بکنین. زیپ کد هر کشور را که شما در گوگل سرچ بکنین برایتان میاره و آن را در قسمت نوشته بکنین. و در قسمت پایین کشوری را که زندگی میکنین در اینجا بالای از این سلیک کانتری کلیک بکنین، اگر در افغانستان هستین افغانستان رو انتخاب بکنین، اگر در جای دیگه هستین همون کشور رو انتخاب بکنین. در قسمت شماره ده میایم دوستان، در اینجا اگر فعلا شما در کدام کشور بیرونی خارجی زندگی میکنین در اینجا بالای سلیک کانتری کلیک بکنین و در کدام کشوری که فعلا زندگی میکنین اون رو انتخاب بکنین. اگر نمیکنین در کشور بیرون نیستین گپی نیست، انتخاب نکنین. و در این قسمت پایین در اینجا دوستان شماره موبایلتون رو نوشته بکنین، شماره موبایلتون هر چی که هست در قسمت پایین نوشته بکنین. این آپشنال است یا انتخابی است، اگر نوشته کردن خوب است، اگر نکردن گپ نیست. در قسمت شماره 12 دوستان در اینجا ایمیل آدرستون رو نوشته بکنین، ایمیل آدرستون هر چی که هست در قسمت نوشته بکنین و بعد از اون دوباره همان ایمیل آدرس رو در قسمت بی در اینجا نوشته بکنین تا کانفرم شوه یا تایید شوه. در قسمت شماره 15 شما در اینجا سطح تحصیلاتتون که در چی سطح تحصیل کردین در قسمت نوشته بکنین. اگر در قسمت های مکتب پرایمری سکول هستین و در صنف 7 و 8 هستین در اینجا ایرا انتخاب بکنین. اگر شما در صنف 10 و بالا هستین های سکول رو انتخاب بکنین. اگر سند از مکتب گرفتین یا از مکتب فارغ شدین های سکول دیگری رو انتخاب بکنین. اگر دیگه دوستان در لیسانس هستین در قسمت ایرا انتخاب بکنین. اگر شما در دانشگاه یا پانتون هستین تا هنوز درس هایتون رو خلاص نکردین دوستان این گزینه رو انتخاب بکنین سم یونیورسیتی کورسیس. و اگر شما سند از دانشگاه دارین یونیورسیتی دیگری رو انتخاب بکنین. به همه قسم اگر تا هنوز دانشگاه رو خلاص نکردین در این قسمت اگر ماستری سند دارین ماستری رو انتخاب بکنین و اگر دکترا هستین در قسمت پیجدی رو انتخاب بکنین. نظر به اینکه در کدام سطح هستین انتخاب بکنین.
زمانی که انتخاب کردین و بعد از اون قسمت شماره 14 میایم، در اینجا دوستان اگر شما ازدواج کردین حالتتون رو پرسون میکنن که آیا شما ازدواج کردین یا خیر. اگر ازدواج کردین در اینجا، اگر ازدواج نکردین انمرید رو انتخاب بکنین. اگر ازدواج کردین و خانمتان یا شوهرتان از امریکا نیست، از دیگه کشور است، این گزینه رو انتخاب بکنین. و اگر به همین ترتیب اگر شما طلاق گرفتین، این گزینه رو انتخاب بکنین. و اگر بیوه هستین، این گزینه رو انتخاب بکنین، به همین قسم انتخاب بکنین. اگر شما ازدواج کرده باشین، زمان این گزینه رو که انتخاب کردین، باز جزیات شوهر خود را یا خانم خود را و همچنان طفل هم اگر داشته باشین، جزیات آنها را هم باید نوشته بود. در این قسمت دوستان نظر به حالت من تا هنوز ازدواج نکردم، در اینجا من انمرید را انتخاب میکنم و بعد از او من چیزی طفل ندارم، در این قسمت نوشته نمیکنم. اگر شما ازدواج کردین و اگر ازدواج کردین یک گزینه دومیش رو انتخاب بکنین و اگر طفل دارین، چند طفلی که دارین، در این قسمت تعداد طفلایتون رو نوشته بکنین، دو تا سه تا یا چند تایی که هست در این قسمت نوشته بکنین و بعد از او بالای دکمه کانتینیو در قسمت پایین کلیک بکنین. من جزئیات خود رو در این قسمت دقیق نوشته میکنم و بعد از او بالای دکمه کانتینیو کلیک میکنیم دوستان. و بعد از او دوستان وارد این صفحه بعدی میشویم. گفتم برایتان اگر طفل داشته باشین، خصوصیات طفلتان را و خانومتان را باید در این قسمت نوشته بکنین. چون من تا هم مرید بودم یا ازدواج نکردم تا هنوز، معلومات برای من همه قدر کافی است. و در این قسمت معلومات خود را دقیق چک بکنین. اگر کجای اشتباه است، آن اشتباه را شما درست بکنین. و اگر کجا درست است خود بگذارین که حالت خود درست باشه. و متوجه باشین دوستان، یک بار شما یه فرم را پر کردین و سبمیت کردین، دیگر حق ندارین که دوباره ای را ادیت بکنین و کجای اگر اشتباه داشته باشین اشتباه خود را اصلاح بکنین. در قسمت اگر کجای اشتباه کرده باشین میتوانین که بالای گو در قسمت گو بک تو پارت 1 کلیک بکنین و قسمت اول شما در وارد صفحه اول میشین، کجایی که اگر اشتباه پر کردین اشتباه خود را در اون قسمت درست بکنین. و بعد از او که درست بود بالای دکمه سبمیت در این قسمت کلیک بکنین و این تسلیم سبمیت میشه و این قسم یک صفحه برای شما نشان داده میشه. دوستان این آیدی و این خصوصیاتی را که میبینید شما یادداشت بکنین. زمانی که نتیجه لاتری اعلام شد، توسط وارد کردن این آیدی یا این نمبر شما میتوانین که نتیجه از نتیجه خود خبر شوین یا آگاه شوین. دوستان این بود طریقی ثبت نام کردن در گرین کارت امریکا. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایین. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتان.